خانم عبادی در یک هفته گذشته دو نفر از اعضای جنبش دانشجو در ایران توسط حاکمیت محکوم شدن و شلاق خوردن. شما این روند جدید اعمال خشونت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ متاسفانه هرچه پایگاه مردمی رژیم ضعیفتر میشه، خشونتش افزوده تر میشه. و جالبتر این که دو دانشجوی نخبهی که تعزیر شدند و شلاق خوردند، اتهامشون توهین به رئیس جمهور بود، و حالا که ما روزنامه های حکومتی رو میبینیم که حرفایی هم که به رئیس جمهور میزنند کم از اعتراضات این دانشجویان نبوده. و در حقیقت رژیم بر این اعتقاد است که خودش حق داره از رئیس جمهور انتقاد بکنه، اما اگر همون حرفا رو مردم بزنن باعث شلاق بخورن، و این همون چیزی است که مردم نمیتوانن تحمل بکنن، یعنی یک بام و دو هوا. نکته دومی که تعداد اعدام ها در چند هفته اخیر افزایش پیدا کرده، امروز هم دو جوان کرد به اتهام ترور که یک اتهام بسیار ساختگی از طرف خانواده‌شون هم رد شده، محکوم به اعدام شدن. شما وضعیت اعدام‌ها رو چگونه می‌بینید؟ متأسفانه اعدام در ایران روز به روز تعدادش بیشتر میشه، و در حقیقت حکومت با این اعدام‌ها که بعضاً در ملأ عام هم صورت می‌گیره، قصد ایجاد رعب و وحشت داره و میخواد مردم رو با رعب و ارعاب ساکت بکنه، که بسیار شیوه ناپسند و قدیمی است. این شیوه ها دیگه در مورد مردم ایران جواب نمیده. و سال آخر این که شما گزارش آقای احمد شهید چگونه ارزیابی کردید؟ با وجود اینکه دولت ایران برای تعیین گزارشگر قبلا شرط گذاشته بود و گفته بود که بایستی مرد باشد، غیر اروپایی باشد و مسلمان باشد، و شورای حقوق بشر هم بهانه رو از دولت ایران گرفته بود و تمام شرایط رو قبول کرده بود، ولیکن دولت به آقای شهید ویزای ورود نداد و ایشان هم با توجه به اطلاعاتی که توسط مدافعان حقوق بشر و برخی از شهودی که خارج از ایران بودن در اختیارشون گذاشته شده بود، گزارش رو تهیه کردن. این گزارش حاوی نکاتی است مشتمل بر نقض حقوق بشر، و ایشون در ابتدا اشاره کردند که به ایران راهشون ندادن، یعنی اینکه آن چرا که مطمئن هستند درسته در این گزارش آوردن، و این گزارش از دید ایشان چون به ایران راه پیدا نکردند هنوز کامل نیست، زیرا که دولت ایران با راه ندادن آقای شهید در حقیقت مسائلی رو سعی کرده از دید گزارشگر پنهان بکنه. در نتیجه گزارش آقای شهید در برگیرنده حقیقتی است، ولیکن تمام حقیقت نیست، زیرا که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران فراتر از این است. در این حال توجه هموطنان عزیزم رو به این نکته جلب می‌کنم که تاریخ شروع ماموریت آقای شهید اول آگوست 2011 است. بنابراین حوادثی که قبل از اون تاریخ، یعنی در سال 1388 در ایران اتفاق افتاد، چون جز ماموریت ایشان نبوده در این گزارش نیامده. از جمله قتل‌هایی که در خیابان یا در زندان کهریزک صورت گرفت. این رو دلیل نقص این گزارش نبایستی دانست، بلکه ناشی از این است که ایشون از تاریخی که ماموریت پیدا کردن قانوناً از اون تاریخ بایستی شروع کنند. اما حوادثی که در سال 1388 اتفاق افتاد همگی به شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر گزارش شده و
همان گزارش ها باعث شد که شورای حقوق بشر تشخیص بدهد وضعیت در ایران آنچنان است که احتیاج به یک گزارشگر دائمی داره. خون جوانان ما هدر نمی رود. ما جوانانمون رو که جان عزیزشون رو در راه آزادی از دست دادن از یاد نمی بریم. پرونده اینها در کمیساریای عالی حقوق بشر باز است تا روزی که اجرای عدالت چه در ایران چه در صحنه بین المللی امکان پذیر باشد. خیلی ممنون از شما.